سلام و عرض ادب و احترام، حالتون چطوره دوستان؟ امشب با یه داستان جدید دیگه در خدمتتونم. فقط قبل شروع داستان یه لایک به ویدیو بزنید و با یه کامنت انگلیسی هرچند کوتاه ما رو برای پیشرفت کانال کمک کنید. ممنونم. سلام، من حسین 32 ساله از شهر قزوینم و میخوام اتفاقی رو براتون تعریف کنم که مدتها پیش وقتی مجرد بودم برای خودم رخ داده. بابام سرایدار یه مدرسه بزرگ تو یکی از مناطق قزوین بود. اون مدرسه تا خونه ما حدود نیم ساعت پیاده فاصله داشت. حالا احتمالاً شاید از خودتون بپرسید سرایدارا که تو خود مدارس زندگی میکنن. باید بگم بله، اوایل تو خود مدرسه زندگی میکردیم، ولی من از بس کارهای بدی که الان وقتی بهشون فکر میکنم شرمنده میشم رو انجام دادم. مدیر مدرسه عضو ما رو خواست و به پدرم گفت اگر میخوای اینجا کار کنی باید بیرون مدرسه خونه بگیری و زندگی کنی. بله دوستان، اون مدرسه مدرسه دخترانه بود و منم که پسر بودم و به هر حال نسبت به دخترها واکنش های مخصوص خودم رو داشتم، باعث می شد هر روز برای اونا دردسر و مزاحمت هایی رو ایجاد کنم و دقیقا همین موضوع باعث جابجایی خونه ما از داخل مدرسه به بیرون مدرسه شد. بگذریم، مدتی از این موضوع گذشت و ما به خونه جدیدمون عادت کرده بودیم. ولی خب حساب پدرم با من تسویه نشد و تقریبا اگر دروغ نگفته باشم هر روز با من بحث و دعوا می‌کرد که تو باعث این جریان شدی، وگرنه ما به راحتی و بدون هیچ هزینه‌ای توی مدرسه زندگی می‌کردیم. خلاصه گذشت و گذشت تا بالاخره فصل تابستون فرا رسید و مدارس تعطیل شدن. یه روز دمدمای غروب بود که به خاطر دیر اومدن من به خونه پدرم به هم گیر داد و با یه سیلی محکم به صورت من تمام غرور و شخصیت منو زیر پاهاش نابود کرد. اون روز دقیقا روزی بود که دیگه نتونستم تو خونه دوام بیارم. برای همین از خونه زدم بیرون و رفتم توی خیابونا. ساعت حدود 11 شب بود و من که جز خونه خودمون جایی رو نداشتم برای شب موندن، یک دفعه یاد مدرسه‌ای که پدرم اونجا کار میکنه افتادم. با خودم گفتم الان که مدرسه به خاطر تابستون تعطیله و هیچکی اونجا رفت آمد نداره، پس بهتره به جای اینکه تو خیابون‌ها راه برم، برم اونجا و موقتاً شبا رو اونجا بمونم تا ببینم پدرم که به اشتباهش پی میبره و میاد دنبالم میگرده. در صورت رفتم جلوی مدرسه و چون کلید نداشتم از روی در وارد حیاط شدم و بعد تست کردن قفل در خونه قبلی که داخل زندگی میکردیم رفتم داخل ساختمون اصلی مدرسه و طبقه دوم و یکی از کلاس‌ها رو انتخاب کردم و رفتم داخلش. اما اونجا فقط میز بود و صندلی و هیچ جای مناسبی برای خوابیدن نداشت. ولی خب هم چاره‌ای نداشتم و همین که خیلی خیلی بهتر از بیرون و توی خیابون خوابیدن بود. خلاصه ساعت حدود 1 بعد از نیمه شب بود و من خسته و داغون دو تا میز رو کنار هم گذاشتم و روشون خوابیدم. اما چیزی نگذشت که حدودای ساعت 2 با صدای خیلی مهیبی از جام پریدم. اون صدا از انتهای سالن همون طبقه دوم می اومد. صدا کاملا واضح بود، انگار چند نفر داشتن میزا و صندلی‌ها رو جابجا می‌کردن. آخه یعنی چی؟ امکان نداره اونم ساعت 2 کسی اینجا باشه و این کارا رو بکنه. اولش فکر کردم شاید پدرم باشه، برای همین تصمیم گرفتم از توی کلاس بیرون نیام، چون اگر پدرم منو میدید مطمئنن منو میکشت.
اون شب گذشت و فردا صبحش اول وقت از مدرسه زدم بیرون و رفتم جلوی خونه یکی از دوستام و اون روز رو تا نزدیکای شب با اون گذروندم. دم غروب بود و بعد از خداحافظی با دوستم در حال رفتن به سمت مدرسه بودم که یک دفعه خواهرم رو توی خیابون دیدم. خواهرم خیلی نگران و ناراحت ازم پرسید دیشب کجا بودی؟ مامان و بابا تا صبح بیدار بودن و از نگرانی تو خوابشون نبود. شک کردم و ازش پرسیدم بابا دیشب تا صبح تو خونه بود؟ خواهرم گفت آره، چون منم تا صبح پا به پای اونا بیدار نشسته بودم. واقعا عجیب بود. پس اگر بابام تو خونه بوده، اونا کی بودن که داخل مدرسه در حال جابجایی میز و صندلیا بودن؟ به هر حال با رد کردن درخواستای خواهرم برای برگشت به خونه ازش جدا شدم و برای اینکه یه موقع منو تعقیب نکنه که ببینه کجا میرم، راه افتادم و بی هدف تو کوچه پس کوچه های محل شروع کردم به قدم زدن. نمیدونم، ولی حدودای ساعت 12 شب بود که دوباره مثل دفعه قبل از در مدرسه بالا رفتم و بعد ورود به حیاط از همون پنجره باز وارد سالن اصلی ساختمون شدم و مثل شب قبل رفتم تو همون کلاس طبقه دوم و بعد تنظیم میزها کنار هم چشامو بستم و خوابیدم. ساعت 2 بود که دوباره با همون صداها از جام پریدم، ولی این دفعه چون مطمئن بودم پدرم نیست، خیلی آروم و آهسته در کلاس رو باز کردم و رفتم توی سالن. تو سالن تاریک تاریک بود و اصلا هیچ چیزی قابل مشاهده نبود، اما اون صداها خیلی واضح تر شده بودن و معلوم بود بهشون نزدیک شدم. رفتم جلو و همینطور که دستم رو روی دیوار می کشیدم تا مسیر کنار دیوار رو گم نکنم، یک دفعه دستم به یه چیز سفت و محکمی برخورد کرد. وای خدا، تمام اندامم در یک لحظه خوش شد و انگار که روح از بدنم خارج شده باشه، بدنم سرد سرد شد. روبروم کاملا تاریک بود، ولی خب دقیقا تو فاصله چند سانتیمتریم یه جسم خیلی بزرگ که نفسهای سردش به صورتم میخورد رو حس میکردم. اون جسم واقعا بزرگ و غول پیکر بود. نمیدونم چطور حس اون لحظه رو براتون بیان کنم. من حتی جرأت این که سرم رو بالا بگیرم و ببینم دقیقا کی جلو میستاده رو نداشتم. خلاصه چند ثانیه گذشت و من که ترس وجودم رو گرفته بود، تا قبل اینکه اون جسم بخواد به هم آسیبی برسونه تصمیم به فرار گرفتم. ولی خب ظاهرا خبری از فرار نبود، چون پاهم اصلا حسی برای فرار کردن نداشتن و گویا اون جسم یا اون موجود پاهم رو از کار انداخته بود. در هر صورت از ترس زیاد بیهوش شدم و وقتی به خودم اومدم تو اتاق مخصوص موتورخونه بودم. اونجا همه چی سرد و بیروح بود، انگار که سالهاست اون موتورخونه از کار افتاده باشه و هیچ کس به اونجا سر نزده باشه. چند ساعتی گذشت و من که دست و پاهم رمق تکون خوردن نداشتن، با طلوع آفتاب کم کم همه چی به حالت عادی برگشت و من تونستم از جام بلند شم و برگردم خونه. بعد اون جریان به خاطر اینکه پدرم متوجه رفتن من به مدرسه نشه، به هیچ کس اتفاقات اونجا رو تعریف نکردم، ولی خب از اون روز تا الان هیچ وقت جرأت این که تنهایی جایی برم رو ندارم، چون هر لحظه حضور اون موجود رو کنار خودم حس میکنم و مطمئنم اون منتظره تا من رو لحظه‌ای توی جای خلوت گیر بندازه.